1280 خورشیدی، ویلیام ناکس دارسی در قراردادی با مظفرالدین شاه قاجار امتیاز کشف و تولید نفت در ایران را می‌گیرد. در خرداد 1287 در مسجد سلیمان نفت کشف می‌شود و این آغاز تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه است. At the turn of the century, a poor agricultural country, rich only in آیدی ایران از تولید نفت ناچیز است و در مقابل بریتانیا سهم زیادی دارد. چون دارسی بخش عمده سهام شرکتی که حالا انگلو پرژن اویل کمپنی نام گرفته را به دولت بریتانیا فروخته. نفت از اینجا به یک کالای استراتژیک تبدیل می شود. تا قبل از آن از نفت برای روشنایی و گرمایش استفاده می شد. اما از زمان کلیدی شدن نفت برای تامین سوخت کشتی های نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، اهمیت سیاسی آن هم چند برابر می شود. کشف نفت توجه دولت بریتانیا را جلب می کند، به ویژه چرچیل که در آن زمان فرمانده نیروی دریایی بود. او می خواست سوخت کشتی ها را از زغال سنگ به نفت تغییر دهد. این به آن معنا بود که باید به منابع نفت دسترسی پیدا می کرد. به همین خاطر در سال 1914 میلادی دولت بریتانیا سهام عمده شرکت نفت انگلو پرشین را می خرد. این اتفاق باعث می شود که دو دولت بر سر نفت در مقابل هم قرار بگیرند. پس از پایان جنگ جهانی و مدتی بعد از آغاز پادشاهی رضاشاه پهلوی، امتیاز نفت و سهم پایین ایران از این قرارداد دوباره مورد توجه قرار می‌گیرد. Chief Executive and Chairman of BP negotiated the agreement pretty much personally with Reza Shah. رئیس شرکت BP شخصاً با رضا شاه بر سر قرارداد 1933 مذاکره کرد. وقتی از این مذاکره برگشت گفت حسابی باختیم. به عبارت دیگر برای مدیران شرکت نفت انگلو پرشن این قرارداد یک پیروزی نبود و آنها معتقد بودند که زیادی امتیاز دادند. مخرج مشترک تمام ناقدان این قرارداد افزایش دوران امتیاز بود. به خواستایی هم رسید. قرار بود پالایشگاهی در غرب کشور تأسیس بشه که شد پالایشگاه نفت کرمانشاه. قرار شد که ایرانیزه کردن به اون زمان میگفتن نیروی کار تامین بشه که شد. قرار شد که شرکت نفت گامهایی رو برای تأمین مسکن کارگران برداره، گامهای محدود اما برداشته شد. The Persian word Abadan means place of great prosperity and it was the Anglo-Iranian oil company that provided for most things there. قرار بر این رفت که دانشکده نفت و مدارس نفتی برای دادن مهارت به نیروی کار انسانی ایرانی تشکیل بشه. دانشکده نفت آبادان در حقیقت حاصل همین دوران بود و از این دست. داده 1933 تامین کننده همه خواست طرف ایرانی نیست. با این حال رضا شاه از لغو کامل امتیاز دارسی خودداری میکند. بیمناک شد که دولت انگلیس کوشش بکنه برای برانداختن سلطنتش و چون او هم مثل هموطنانش یا مثل خیلی از هموطنانش به قدرت لایزال و جادویی انگلیس اعتقاد داشت. دولت بریتانیا ناخرسندی خودش رو از رفتار رضا شاه نشون میداد در مورد نفت و آخرین باری که دولت بریتانیا اون چک پرداختی رو بابت بهای نفت به دولت ایران داد به روایت دکتر متین دفتری این بود که گفت ما هیچگاه شانتاژ اعلی حضرت رو فراموش نمی‌کنیم. آذر 1322 کنفرانس مشهور تهران، جایی که رهبران آمریکا، شوروی و بریتانیا از ایران پل پیروزی برای غلبه بر آلمان و متحدانش می‌سازند. چرچیل، نخست وزیر وقت بریتانیا با تجربه از جنگ جهانی اول از ارزش استراتژیک نفت جنوب ایران آگاه است. استالین اما در فکر دست اندازی به نفت شمال ایران است. یک کارزاری رو حزب توده ایران و با حمایت اتحاد جماهیر شوروی به راه انداخت برای
دفاع از امتیاز نفت شمالی. و این یک در حقیقت شکافی رو بین حزب توده پدید آورد. خب مجلس تشکیل شد و رأی نداد به این امتیاز خواهی اتحاد شوروی. علت شکست حزب توده در مجلس مقاومت محمد مصدق نماینده پرنفوذ تهران است. مصدق و نزدیکانش بعد از ناکام گذاشتن چپ‌ها و شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال به سراغ امتیاز انگلیسی‌ها در مناطق نفتخیز جنوب می‌روند. به پیشنهاد حسین فاطمی تشکیلاتی به نام جبهه ملی به راه می‌افتد که شعار اصلی آن ملی کردن صنعت نفت است. جبهه ملی در مجلس 16 فراکسیون کوچک اما مؤثری به وجود می‌آورد. ابوالقاسم کاشانی از رهبران سیاسی مذهبی وقت نیز با جبهه ملی همراه می‌شود و بخش‌های مذهبی جامعه از ملی شدن نفت پشتیبانی می‌کنند. با آغاز جنگ سرد، امریکا نگران می‌شود ایران به دست بلوک شوروی بیفتد. نتیجه فشار واشنگتن بر متحدش در لندن برای تجدید نظر در قرارداد نفت و راضی کردن ایران است. در اواخر دهه 20 خورشیدی، عباس قلی گلشاییان وزیر وقت دارایی در مذاکره با نالگس، نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس، برای تجدید نظر در قرارداد نفت به توافق می‌رسند. مخالفان اون قرارداد میگن که نه، باید وضعیت تازه‌ای رو در حقیقت سامان بدیم. از طرف دیگه کسانی هم هستن که از قرارداد، از اون لایحه الحاقی گسکولشاییان عبور میکنن. چرا اصلا ما شاهد یه دگرگونی بیشتر نباشیم و 50-50 رو در حقیقت نخواهیم مطرح کنیم؟ و این صدای رزمارا بود. خب حزب توده از طرف دیگه میگفتش که اینا امریکاییه، رزماره امریکایی، ملی شدن نفت سراسری رو هم نمیخواست، فقط نفت جنوب رو میخواست. طرف دیگه هواداران مصدق اشاره میکردن که نه، ما 50-50 رو نمیخواهیم، بلکه باید بریم به سمت ملی کردن سراسری نفت. رزمارا در اوج مجادلاتش با مجلس به دست فدایان اسلام ترور میشود. چند روز بعد از ترور نخست وزیر، مجلس رأی به ملی شدن نفت می‌دهد. پس از آن سنا در تاریخ 29 اسفند 1329 ملی شدن نفت را تایید می‌کند و به نیم قرن امتیاز نفت انگلیسی‌ها در ایران پایان می‌دهد. هموطنان عزیز، محتاج به گفتن من نیست، بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده. حالا 70 است که ملی شدن نفت نکو داشته می شود. 29 اسفند تنها مناسبت ملی معاصر است که قبل و بعد از انقلاب در تقویم ایران تعطیل رسمی است. شیدا هوشمندی، بی بی سی.